اگر دوست دارید منوی رستورانی برای پیج خودتون طراحی کنید، اپلیکیشن هارک میتونه این کار رو توی چند دقیقه براتون انجام بده. برای شروع وارد اپلیکیشن هارک میشید. از بخش ادیت عکس روی طراحی استوری ضربه میزنیم. از گالری گوشی عکس مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. این عکس میتونه عکس غذای خودتون باشه، عکس رستورانتون باشه یا عکس دانلودی باشه که از اینترنت پیدا کردید. از این قسمت میتونیم اندازه عکس رو تنظیم کنیم. بعد از اینکه اندازه رو تنظیم کردیم، از بالا روی این آیکون ضربه میزنیم تا وارد بخش طراحی بشیم. برای باز شدن تنظیمات اینجا ضربه بزنید. ابتدا میریم سراغ قاب‌های گرافیکی و قاب منوی رستورانی رادوین رو انتخاب میکنیم. این قاب‌های آماده منوی رستورانی به صورت پیش‌فرض برای شما نصب نیست. شما باید برید به بخش افزودن المان و قسمت آرشیو المان‌های استوری رو باز کنید. در بخش قاب‌ها میتونید این قاب‌ها رو پیدا کنید و اونها رو نصب کنید. یکی از این قاب‌ها رو به تر اضافه میکنیم. من اونی که عکس پیتزا داره رو انتخاب میکنم. همینطور که میبینید این قاب به صورت پیش‌فرض جا برای قرار دادن اسم و قیمت رو داره. حالا تنظیمات رو باز میکنیم و میریم سراغ متن. اولین متنمون رو که عنوان منو هست وارد میکنیم. اینجا از فونت تیت پلاس و اندازه قلم 22 استفاده میکنیم. رنگ سفید و در نهایت روی تایید ضربه میزنیم. متن رو میاریم و یه جای مناسب از تر قرارش میدیم. حالا دوباره میریم سراغ متن و لیست خودمون رو به منو اضافه میکنیم. اسم و قیمت رو اینجا وارد میکنیم. توی بخش انتخاب فونت از فونت راستین استفاده میکنیم. اندازه قلم 18 و رنگ سفید. اندازه و رنگ قلم بستگی به سلیقه خودتون داره. میتونید هر چی بذارید. برای اینکه متن رو خیلی راحت بتونیم توی تر جابجا کنیم، تنظیمات رو پنهان کنید. این متن رو میاریم و توی اولین قسمت از منو قرارش میدیم. اگر توی تنظیمات این قسمت رو باز کنید و روی این آیکون کلیک کنید، متنتون دقیقاً وسط در وسط تر قرار میگیره. یعنی متنتون از طرف راست و چپ دقیقاً یک اندازه فاصله داره. حالا دقیقاً به همین ترتیب بقیه لیستمون رو هم وارد طرح میکنیم. چون تعدادش زیاده و تایم ویدیو طولانی نشه، من این قسمت وارد کردن متن رو رد میکنم. در نهایت وقتی همه لیست رو وارد کردیم، برمیگردیم به تنظیمات و میریم سراغ لایه‌ها. توی این بخش لایه‌های متن رو قفل میکنیم که اگر به طور اتفاقی دستمون بهشون خورد، تکون نخورن. شما در انتهای این تر میتونید یه لیست از منوتون قرار بدید یا اطلاعات خودتون مثل اسم، شماره تماس یا آدرس اینستاتون رو قرار بدید. این دیگه بسته به سلیقه خود شما داره. در نهایت وقتی طرحتون تمام شد، از بالا روی این گزینه ضربه بزنید. شما از این قسمت میتونید طرحتون رو توی گالری گوشی ذخیره کنید. من حمیدرضا کاظمی هستم. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید.